الحمدلله الحمدلله ادب عباده بالاحکام وجعل بعد الظن من الاثام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الانام وعلى اله وصحبه الكرام وبعد فانا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا من الظن ان بعد الظن اثم الايه صدق الله العظيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث الحديث او كما قال صلى الله عليه واله وسلم اعزائي محترمي بيننده برنامه فلاح تلویزیون جهانی آریانا خوش آمدین به برنامه خدا کنه که همیشه در صحت و عافیت و در سلامتی و در عبادت خداوند جل جلاله باشین موضوع امروز ما گمان بد هست که گمان بد کسی بر کس نداشته باشد شماره تماس برنامه 0711130111 بد گمان کول په چا باندې گمان کول گمان بد چی معنا برای کسی مسلمان در عموم باید که نیت خیر برای هر کس داشته باشه و گمان نیک برای هر کس داشته باشه هیچ کس را بد نبیند هیچ کس را بد نپندارد و بر هیچ کس هم گمان بد نکند بر هر کس گمان نیک داشته باشد المرء یقیس علی نفسه هر انسان قیاس میکنه بر مردم قسمی که خودش می باشد اگر خود انسان نیک باشد بر دیگران هم گمان نیک می داشته باشد اگر در دل انسان چرک باشد بر دیگران هم گمان بد می داشته باشد خب به هر تقدیر اما بعضی اوقات میشه که در یک موضوع در یک قضیه که صورت میگیره چند نفر هستند که کدام یکی در بینشان دزدست شد که یکی از بینشان مورد سوء ظن قرار بگیره بعد از او باز دو تحقیق میکنن خب اما در عموم الله متعال در قرآن عظیم شان میفرمان که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا من الظن ان بعد الظن اثم ای کسانی که ایمان دارد خود را از گمان نگاه کنید بخاطر که بعضی گمانها گناه است بعضی گمانها گناه است بعضی مردم در بین خانه بر یکی دیگر گمان بد می داشته باشند زن و شوهر بر یکی دیگر بعضی اوقات گمان بد می داشته باشند این گمانای بد از دل دور کنین بخاطر چی بخاطر چی که بعضی گمانها گناه است بر هر کس باید که گمان نیک داشته باشیم چرا گمان بد داشته باشیم در حدیث هم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند که ایاکم و ظن خود را از گمان نگاه کنید فان الظن اكذب الحديث دروغترین سخن گمان بد هست و کس که بر کسی گمان بد داشته باشه از این شک پیدا میشه وقتی که شک پیدا شد این آدم مجبور که جاسوسی بکند از این جاسوسی پیدا میشه پس وقتی کسی که جاسوسی کرد امی جاسوسی از گمان بد پیدا شد و در حدیث پیامبر اسلام میفرمون که ولا تجسسو در قرآن کریم الله متعال میفرمون ولا تجسسو جاسوسی هم گناه کبیره هست از گمان بد شک و از شک و جاسوسی پیدا شد از جاسوسی بغض و کینه پیدا میشه همان است که باز مردم بینشان کینه و کدورت و دشمنی می آید پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماین و کونوا عباد الله اخوانا شما بندگان خداوند جل جلو بگردید بین خود با هم برادر باشید مثل برادر باشید اگر برادر هم نیستید به مثل برادر باشید پس عزیزان محترم موضوع برنامه ما همین است کوشش کنید که در تماس با ما اگر همین موضوع را شریک ساختید برنامه غنیتر می شود شماره تماس برنامه را هم با خود دارید خب بازم خواهش می کنیم که کوشش کنید که صدای تلویزیونتان حین تماس با ما پخش باشه جا درست انتخاب کنین و همچنان وقتی که صحبت میکنین صحبتتان هم بسیار واضح باشه با لغت های پیچیده نباشه تا ما هم در مشکل نیفتیم خوش آمدین عزیزان محترم خوش آمدین با برنامه سلام علیکم و علیکم السلام رحمت الله یوراسم بخیر است از بوراس دولت سمنگان زمان اسم من محمد عالم است محمد عالم خوش آمدید ما سوال داشتم مشنو از سمنگان زنگ زده بودن تماسون قطع شد خوش آمدین عزیز محترم مهربانی مالاسه یا سوال داشتم مهربانی بگم خوش آمدین شما همی پدر دا چشم دیدی اولاد دعا کنه رو با قبله بشنه بگه بچه هم خیر نبینه مثلا که دویم کار کنی
خیری پیسه را نبینی. اوی درست است نه؟ خدا نجات بده. خدا نجات بده همه ما شما را. منتظر باشین. بله مهربانی خوش آمدین. خوش آمدین مهربانی. بله مهربانی. مهربانی خوش آمدین تماس شما وصل است. بله سلام علیکم مولوی صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله. مولوی صاحب بخشون یک آه مرسیم میشنو میشنو بگو یه سوال داشتم که یعنی یک وقت دوز تلفن بود خانه کشی میکردم دو پتی آسرم فشار آمد یک گلاس و امون خردم نفهمیدن نفهمیدم که باید قرضدار میشن امون باید دست میدوشن ترین میشن عبی چی رو خوردی؟ روزه را خردم روز رمضان بود مولای سیب زیاد تشنشم سرم فشار آمد یک بچه دیگر قفیر من نشید یک جلسه و اگر شد یک دو گلاس و خرده اوشون خب خانه کشی میکردم بسیار خسته و زله بودی یا مانده بودی یا گرسنه بودی چطور بودی؟ بله بسیار خسته و زله بودی؟ بسیار خسته بودم که مولای سه دولت مرد بودم دیگر دم تر کردم که نشید و رومم بسیار رومم شوشتم که نشید باز خسته که یک دو گلسه گلسه و خردستم تا وقت که سرو کردم دیگر خب منتظر باش من جواب سوال دمیتم بله خوش آمدین از جان محترم به برنامه فلاح برور یا موضوع از ما یا برور ده اقی اولک ساتل اقی و ظلمه شوه ظلمه شوه واده مرتکر دری ورو نه نورم دی خوب رکتو میدازان سر ساتل او اوز تذکرم ده اقی پنو مقصد ده ده دری ورو سر اقی که نکی گی نو ده پرزندی ساتل او ده پرزندی ساتل او رون و سو وادم ورته کړی وادم کړی درې څلور بچان هم دي دا درې ورونه وای چې دا خو زموږ پلار سره پرزندې و هغه زموږ درې ورونه پلار مړ ده که ژوندی ده پلار مړ دی په دې درې ور سره لانجه ده دی په اخله که معلومات راکړي سمه ده منتظر سي زه به ځواب درکړم مهرباني خوش آمدین تماس شما وصل است السلام علیکم و علیکم السلام مولوی صاحب محترم را اوری اورم او برته قطع سو استاس لخوانه داری که کوشش وکړي مهربانی خوش آمدین مهربانی تماس شما وصل است بله سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله مولوی صاحب یک سوال داشتن میشنوم خوش مهربانی مولوی صاحب گفتم امی چشم چپم بسیار زیاد میپرد یعنی درست شده دیشم تو زیادتر شده باز همیشه که چشم چپم میپرد باز یه غم هم میبینم من خب چشم تو میپرد باز خب چشم چپم باز همیشه یه غم هم میبینم خب منتظر باشم برتان جوابتان میتونم یک سوال دیگه هم میگیریم مهربانی خوش آمدین و علیکم السلام و رحمت الله شکر صدای تلویزیونتون رو پخش کنیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی برادرک سوال کرد دعای بد پدر در حق اولاد دعای نیک پدر در حق اولاد بمانند دعای پیامبر در حق امتی قبول می شود دعای نیک اما دعای بد پدر در حق اولاد امو حدیثی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در بالای منبر که استاد میشه گفت رغم انفون و رغم انفون رغم انفون خاک آلود بود بینی اش گفتن کی خو سه نفر گفت یکی از این جمله کسی که پدر و مادر خود در حالت حیات پیرمردی دریافت و توسط از اونای آدم بخشیده نشد یعنی عزت و احترام پدر و مادر را نکرد و پدر و مادر در حق ازی دعای مغفرت نکرد
کوشش کنین که در مقابل پدر و مادر به احترامی نکنین، پدر و مادر مجبور نسازین که برتون دعای بد بکنه. دعای بد پدر و مادر در حق اولاد عاق میشه اولاد. ایر متوجه باشین که پدر بگه که ای اولاد بچیم روزی خیر نبینی، روزی خیر نبینی. مادر اگر بگه، مادر از دل نمیگه، از درد میگه، از درد دل میگه، سرزبانی میگه، اما از دل نمیگه. اما پدر که آزار بتن باز میگه که روز خیر نبینی، روز هرچی که گفتم دعای بد پدر، از خود نجات بتن، از پدر بخشش بطلبین، از پدر معذرت بطلبین، احترام پدر بکنین. ما خود چند صحبتی هم چند برنامه داشتیم بر ارتباط حقوق والدین، بر ارتباط حقوق اولاد. پدر باید حقوق اولاد مراعات بکنه و اولاد باید حقوق پدر مراعات کنه. پدر در اول باید که به تربیه اولاد خود توجه داشته باشد تا اولاد سبب قسم تربیه نشه که به احترامی با پدر بکنه. اما بعضی اولاد هم بسیار گمراه می باشند، قابل هدایت نمی باشند، مثل بچه نوح علیه السلام در مقابل نوح علیه السلام. در اون صورت واس پدر معلومت نمی باشه. خما از دعای بد پدر خود نجات بتین که او دعا مستقیم قبول میشه. هم دعای بد، هم دعای نیکش قبول میشه، هم دعای بدش قبول میشه. خو هر سوال کرد که یک روز بسیار طوفان بود و خانه تکانی هم میکردیم، سرمه بسیار فشار آمد و ماه مبارک رمضان بود و نتونستم قریب حالت نزع رسیدم. به اون صورت من مجبور شدم یک دو گلس او خوردم. تا هر اندازه که توان دارین کوشش کن که روزه را نخورین، مگر ای که دیدین که انسان به هلاکت میرسه و یا مریض باشه، مرض زیاد میشه و روزه را گرفته بود. در اون صورت اگر در حالت نزه باشه، خود حضرت عبدالله پسر حضرت عمر رضی الله عنه بسیار شدید تشنه شد، به اندازه قریب هلاکت بود. باز گرفت یک تکه تر گرفت و سر خود پیچانید تا که کمی تسلیت شد. تا او اندازه هم کوشش کن که روزه را نخورن. حالا خودت روزه را خوردی، تم توبه بکو، هم قضایی از او را بیاور. هغه ورور چه سوال کړی و ما ورور یو ماشوم ساتلی و ماشوم ساتلی و هغه ماشوم هلک بیا وای لوی شو. کله چې لوی شو بیا یې واده هم ورته وکړه او لغه نه درې اولاد هم وسپاته دي. هغه ورور مې وایي مړ ده، د هغه ورور نه مې وایي درې زامن خپل سکه شته چې دا څلور شي. اوس دغه درې سکه اولادونه هغه فرزندي هلک ته حق نه ورکوي. نو حق نه ورکوي که سړیتوب وکړي، خو لږ پلار هغه ساتلی و عزت او حرمت یې ورکړی و په کور کې ژوند هم کړی و، لکه د ورور په چیرې خواري او زحمت او تکلیف هر څه ایستلی و. عرفاً او د سړیتوب له نگاهنه دوی هغه ته باید حق ورکړي او برخه ورکړي. او که شریعت ته وګورو، شریعت هغه ته نه حق ورکوي او نه برخه ورکوي. او که شدید مور نه وي خوړلې، بیا په هغه کور کې محرم هم نه وي. ای برادرک سوال کرد، گفت چشم میپره. وقتی که همیشه چشم میپره باز یه غم میبینم. غلط میگویی، ای چشم پریدن و به غم دیدن و ای ارتباط نداره. فال بد نبینین، فال بد در شریعت دین اسلام نارواست. پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم از فال بد کردن منع کرده. خودت می فال بد چرا بر خود میبینی؟ خودت در سر خود چرا یک بدی رو میاری؟ چشمش میپره پلک میزنه، یک گپ است. ای گپ از کجا پریدین که چشم پلک زد و پرید و بود چپه شد و نمک افتید و کاسه چپه شد و والا زنا میگن چادر دنو که چشم آمد و فلان آمد، دست خارید و فلان خارید. فال بد هیچ وقت نبینین، فال خوب ببینین. بگو چشم پلک زد، گفت والا چشم پلک زد، بگو گناه از چشم پرید. چشم تو که پلک زد، بگو که مرض و تکلیف که در چشم بود او از این دور شد. چشم پلک زد ببینین، یعنی مرا متوجه عبادت خدا ساخت. یک فال نیک ببی، چرا فال بد میگیری؟ با می رقم خودتان بر خود یک مشکل یک مصیبت میآورین، این کارا را نکنین. و خصوصا درباره تعبیر خواب، ام یک چیز برتان میگم، خوابی که دیدین خدا کنه که خانه بامتان چپه شده، کلتان تباه شدین، هلاکشون خدا نخواسته، اما او شما به تعبیر نیک بازور تعبیر کنین، تعبیر غلط نکنین، در هیچ کار تعبیر غلط نکنین و فعال بد نبینین. عزیزان محترم، وقتی وقفه رسیده، وقفه داریم. بعد از وقفه باز هم می آییم به برنامه، تا آن زمان با ما منتظر باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین به برنامه و تماس شما رو میگیریم. مهربانی، خوش آمدین. بله، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستید؟ سلامت باشین مهربانی. خوب هستید؟ یک سوال داشتم. مشنو؟ در زندگی یک قدر که من دوست خیرم دارم، خوبیام میکنم، در نماز خود تمام چیز خود، اما بازم یک غم نیست. خب؟ یکی مورد انسان پیش خود نگاه کنه، آیا نماز انسان میشه؟ چی رو نگاه کنه؟ خرموره. خرموره چی است؟ خ...
خانم مولا من یک چیز هست مو پیش ما خود میگن یگان تا نگاه کنی نماز نمیشه. چی است؟ از چی جور میشه؟ از یک چیز موره است من از نمو چیز من از خر شاید باشه میگن کو پیشت باشه یعنی نماز نمیشه. یعنی استخوان خر است یا چی است؟ آه نموس نموس. و خودتون میگی که استخوان خر است و مردار است. خب براتون میگم مهربانی خوش آمدین. سلام علیکم مولای صاحب، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ سلامت و در عافیت باشی. مولای صاحب ما خواهش هستم ما این هستم برنامه چه چوکی کسای که عروسی نکنن با نیم ایمان های دینا میره دیگه سوال های من همیشه نماز هم میخوانم همین نماز های تحجید هم همیشه درکت میخوانم همین نماز هایی که میخوانم پایین ها هر بسیار لذت میبرم بسیار خوشوقت هستم در زندگی من مولای صاحب بسیار راضی هستم الله اکبر الله اکبر الله اکبر شکایت ندارم یا کسی که نه وای ما بار خدا قبول نمیده سر میارم در نماز رو سر میارم چرا کم عبادت میده چرا کم نماز میخونه که نماز از دو از بار بار قبول بشه و سلام و رحمت و برکات خوشا به حال تو که هم فلج هستی و هم معیوب هستی هم از عبادت لذت میبری خوشا به حال تو الله اکبر الله اکبر مهربانی خوش آمدین خوش آمدین به برنامه سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله مونده خوب هستی بخیر الحمدلله خوش آمدین سلامت و عافیت باشین مونده ما یک دوتا سوال دارم وای آورمه میشنی؟ میشنم اواز د سم ناراضي غږ د سم ناراضي زائد لک تغییر کړه چې اواز سم راسي غو اواز سم باید راسي مهرباني وکړه او دو مخبرات بدګمانی تا مخصوص ویل چې دا سوال دی بدګمانی په ارتباط باندې دا د ما یو څه شی مثال ورکړي چې خو ما دې دې نه دي او د ما ته دا ګمان راځي چې دا وسیله ما نه دغه څه څه کوي دا هیڅ نه دی دا ګرګې هم او کنه سمت سمت منتظر سه مهرباني خوش آمدین به برنامه مهربانی تماس شما وصل است. بله. مهربانی خوش آمدین. مالش خوب است جور است. من خیرتی است. الحمدلله سلامت و در عافیت باش. الله باشین. حال باشین. آه مشنوم. یکی همه لام احترام به حساب کی مثلا که آدم جارت باید دست پدر مادر جارت کنی یا قرآن شریف خانه خدا را دیگه سوال ما این بود که کسی باره خرموره داشتی والا تاله داره آدم در جای رفتی کسی را کار نداره و این تو از که بود این نگاه نیم سوال تا بگو سوال دقیق تا بگو یعنی عقیده کردن بر چیزای باطل سوال گفتم همی مثلا یک نفر میگیرید همی زیارت اترام به چی باشه ولی یکی قرآن شریف رو زیارت در پیشونی خود میدن دیگر دست پادر و مادر دیگر باید اشخاص هم میبینیم دیوال هم زیارت میکنه سنگ هم زیارت میکنه خب میگم براتون منتظر باشین سوال تا ما گرفتم انشاءالله جواب تا نمیکنم مهربانی خوش آمدین تماس شما وصل است بله سلام علیکم مولانا و علیکم سلام و رحمت الله زهراستم از کارتی نو چند سوال داشتم می سوال اخیر میگیریم باز به جواب می پردازیم بگو مهربانی صدای تلویزیون تا پخش کو خواهر بودمی مالایی سد دمی پنج نماز که می خانم بعد از نماز همچه قلالا رو می خانم ده بار درود به حضرت محمد می سستم چون ده باری دیم برمی بگویم سواب داره یعنی اگر کسی خاطر که من قرآن شریف یاد ندارم چند ساله هستی؟
چرا قرآن کریم یاد چرا قرآن کریم یاد نمیگیری؟ مولای سر چند بار از شهران تقاضات میکنم بسیار علاقه دارم شوق دارم که قرآن بخونم اما شوهرم اجازه نداد. شوهرت قرآن کریم یاد داره؟ شوهرت قرآن کریم یاد داره؟ نه خیر ما یاد نداره. پدر و مادرت یاد داره؟ پدر و مادرت یاد داشت؟ پدر و مادرم یاد داشت که در اون وقت مدرسه نبود دیگه ما میای از سپاری قایدی میرانی رو خانیم بعد. خب منتظر باش منتظر جوابت میتم. سلامت باشین علیکم خدا. خب عزیزان محترم به بخش جوابا میپردازیم سوالا زیاد داریم. خب اما از دینروز هم ما یک چند موضوع داریم. یک موضوع که مو برادر سوال اخیر که داشت در ارتباط با آیت مبارکه که ولا تهرکوا فتیاتکم علی البغاء، این آیت اگر اسباب نزولش نزول ببینی خودتان الحمدلله خواننده بودید این شرطی ها گفتی. این اصلا این آیت که نازل شده در مورد عبدالله بن ابی ابن سلول منافق نازل شده. دو تا کنیزش یکیش به نام معاده بود دیگیش مسیکنه بود. این را به اجاره به مردم میداد و میرفت. میگن روزی این دو تا آمد یکیش یک دینار به خود آورد یکیش چیز کمی به نام بزد به می اندازه متاع کمی آورد. وقتی که را آورد این عبدالله بن ابی ابن سلول منافق پس روان که برن زنا کنین و بر ما پول زیاد بیاورین. این دخترها باز برشان گفتن که والله لا نفعل، قسم به خدا و انجل که کار ما نمیکنیم. حال اسلام آمده و اسلام زنا را حرام گردانیده. باز همی آیت نازل شد. خود دقیق دمی شأن نزول و اسباب نزول از همی برو با میرسی. او کسی که سوال داشت دین روز گفت که حادثه موتر کرده بودم و در موتر با ما 6 نفر بود، اونا هم فوت کردن و کشته شدن و ما چی کنم؟ این را باید دیده شو و تحقیق شو که ملامتی از کی بود. اگر ملامتی از تو بود حقیقتا که تو ملامت هستی، بالای تو هم دیت می هم کفاره می آید. ملامتی دریور باید معلوم شو. بعضی مردم دم سر جلو میشنن هر چی سواری باش میگه احتیاط نمیکنن. اگر بی احتیاطی کرده باشی، توجه به موتر نکرده باشی و بریکت خراب بود و دی موضوع باید تحقیق شو که ملامت بود یا نه. اگر ملامت بودی پس تو گناهکار هستی و اگر ملامت نبودی یک آفت سومی آمد و سرک غلطید و کو غلطید و یا تو یک چیز شد و باز او صورت تو ملامت شمرده نمیشه و تحقیق کار است. و کسی گفت که دختر ما به نام ریتاج گفت نام ماندیم از اندراب بغلان زنگ زد و ریتاج ما در مورد سر تحقیق کردم. ریتاج تو گفتی که به معنای پوش خانه کعبه، درست است به معنای پوش خانه کعبه است. خونه هم یک تکه است. نامش میشه خوین یا کورتی است. پس آدم نام دختر خود کورتی بانه یا لنگی بانه یا کلا بانه. اگر میگه به خاطر احترام خواهیم ریتاج خودش در لغت یک دروازه بسته محکم را میگوید. چیزی بسته و محکم دروازه کلان که دروازه خرد داره، یعنی یک چیزی قابض و چیزی درست نیست. من دیدم مطالعه کردم علما این نام خوش ندارن. پس تو هم این نام تغییر بده. علما هیچ کس خوش نداشت. اگرچه بعضی ها در مصر و در فلسطین اونا نوشته کردن که ما خو ماندیم، اما علما این نام خوش نداشتن، این نام تغییر بده. سوال هم داریم که در ارتباط نکاح زنی که شوهرش فوت کرده باشه یا طلاق شده باشه، دختر جوان او باید که به مشوره پدر و مادر یعنی ولی خود باید که به نکاح داده شود و نکاح کند. بدون مشوره نباید نکاح بکند. اما دختری که یک بار عروسی شده بعدن ترک شوهر شده یا به سبب طلاق یا به سبب فوت شوهر یا به سبب متفرقه که قاضی ایجاد میکنه در بینشان به مثل صورت و این زن با صاحب اختیار خود میباشه. وقتی که زن صاحب اختیار خود شد میتونه که یک آدم نیک و مسلمان اختیار کنه و بدون از این که ولی در اینجا ولایت کنه با اون نکاح کنه. خب اما بهتر است که بزرگ خانواده و فامیل یا ولی یا پدر و یا هم برادر کلان یا کاکا یا مادر مشوره از اونا بگیره. اونا هم کوشش کنن که زنی که یک بار عروسی کرده و بار دوم بر از این خواستگار می آید این فرصت از دست نتین. باطر که امروز یک رواج غلط و نادرستی در بین مردم افغان هست که زنی که یک بار عروسی شده باز او رو به نکاح نمیگیرن. حالا که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مجموع همه بی بی ها رو که به نکاح گرفته غیر بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها همه اکثر بیوه بودن. خود امی خدیجه الکبرا رضی الله عنها پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم شوهر سومش بود. زنان را هم پیامبر اسلام به نکاح گرفت که حتی چند تا اولاد داشت. زنانی که از اقوام مختلف بود، از قوم یهود بود، از قوم دشمن بود، هم به نکاح گرفت. همه ایشان بیوه بودن. این برای ما شما یاد میتم. اما اگر کسی اذیت و آزار میکنه امید دختر بیوره،
یا خانه نشینه این دختره اذیت و آزار میکنه، هر اندازه که هم دختر جور میبینه در گناه متصرف بگویم، کسی که تصرف هم دختر در اختیار خود گرفته او در گناه شامل میشه و هر بار این گناه بر ازو چارج میشه بالاخره قطره قطره دریا میشه. ما بادا از عذاب ازو، از مظلومیت ازو خدا بر شما عذاب نیاره. کوشش کنین که در نکاح زن بیوا و در نکاح زن مطلقه عجله کنین، هرچه عاجل ایره به نکاح بتین و ایره باز امو دلی که شکسته دل ازو رو پس پیوند کنین و الا در گناه شامل هستین. اگر چنان نکردین این دختر میتونه کسی که بر ازو خواستگار آمد و او رو مطالبه کرد و ای هم موافقه داشت، خامخا مسلمان است، میتونه که بدون اجازه امی ولی خود با او نکاح کنه و بره بخانش. با شما بر شما چی میمانه؟ بترسین از خدا و ظلم نکنید. خب خواهر گفت که در زندگی خود هرچی عبادت میکنم و میکنم اما بازم غمها میآید. غمها میآید، تو خرموره رو چی میکنی؟ خودت سوال خرموره که کسی که پیش خود خرموره رو نگاه کنه، خرموره چی مانه؟ یعنی مهره ای که آدم خر میسازه، یا خود یه شخص خر میسازه، یا او میگه که من کسی دیگر خر میسازم. نه، کسی دیگر خر ساخته نمیتونه، ببخشین با عرض معذرت، خود خر میسازه. چرا؟ سر یک چیز باطل عقیده میکنه. خب همین خر چی است؟ خب همین معنا از خود به عقل جور کرد. پس از این عقیده های پوچ و غلط از این پرهیز کنین، عقیدتان راست باشه، درست باشه، صادق باشین، همه کار شما رو خدا جور میکنه. نکنین که کسی را بر خود شما او رو توبه بسازین، این کلش جادوس ناروا است، غلط است، عقیده باطل هست. و ای که تو میگی هرچی ما عبادت میکنم طاعت و عبادت، بازم در زندگی ما غم میآید. دنیا در مجموع غم است. اگر تو بگویی که نه ما باید که خوش و خندان باشم، روز اول که آب و خاک بر هم زده اند، بر طینت آدم رقم غم زده اند، خالی نبود آدمی از رنج و درد و بلا که این رقم اولین بر آدم زده اند، اولین بر غم بر آدم علیه السلام آمد. این دنیا جای غم است. نگو که همیشه ما خوش باشم، خوشی ها را بگذار بر جنت. در دنیا کوشش که در مقابل غم ها صابر باشین و بازم مر مصیبتی که میاد بگو که خداوند از جانب تو هست، ما راضی هستیم. ناشکری نکنین، آه و ویلا نکنین بیجا. خب برادر گفت که فلج استم، معیوب هم استم و قرار در جای افتیدیم و ای دیگه مردم ها رو میبینم که در عیش و در عشرت و در عروسی هم هستن، عروسی میکنن، زندگیم دارن، هرچی نعمتای خدا را دارن، جسم سالم دارن، اما باز هم یا نماز نمیخوانن، یا طاعت یا عبادت نمیکنن، یا دروک حالت سستی میکنن. ببینید که برادر فلج ما، معیوب ما، گفت که من تهجد ده رکعت میخوانم. خدا توفیق بده برش که زیادتر بخوانه. 12 هم میتونی بخوانی، تهجد 8 رکعت، از دو گرفته تا هر چند که توان داشته باشی. نگو که من نمیتونم، دوم نمیخوانم. 2، 4، 6، 8، 8 اندازش است، 10، 12، هر چی میتونی خداوند تو را توفیق اضافه تر نصیب بگردارم. گفت که نماز میخورم، از هر نماز ما لذت میبرم. کی از عبادت خود لذت برده میتونه؟ کسی که پرهیزگار باشه، کسی که چشمش بر نامحرم خود پایین بفته، کسی که حرام دید از او میلان نکنه، از او نخوره، کسی که حرام دید دست خود پس کنه، او از عبادت خود لذت میبره. او که میکرد چه عبادت میکنه، از عبادت خود لذت نمیبرم، حرام خورده، تیلش چرک داره. گفتیم متروانا. خب سوال ها داریم یک سی تا، بازم سوال هم میگیریم بعد از وقفه انشاءالله رحمان. وقت وقفه رسید، وقفه داریم، بعد از وقفه هم با شما هستیم، با ما در انتظار باشید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك. خوش آمدین عزیزان محترم، تماس شما رو میگیریم. مهربانی، خوش آمدین. بله سلام علیکم. بله و علیکم السلام، خوش آمدین. خوب هستید جان؟ دیرم. سلامت باشین، سلامت باشین، شما هم در حفظ خدا باشین. یک سوال داشتم. میشنوم، بگو. یه بار داشتم امو فوت کرده، امو خانمش که یک اولادش یک دخترک داره، امو مونده است در خانه، آل خانه پدرش است. شوهرم میخواد امو را بگیرم، من مخالف هستم. درقمی سوال. شوهر تو امو دختر برادر خود میگیره؟ نه، امو زنش. خب تو چرا مخالفت میکنی؟ یک ذره سلمان دیگه اقتصاد ضعیف است بخاطر امو. خب ما برتون میگم. مهربانی، خوش آمدین، تماس شما با ما وصل است و برنامه فلاح است. بله بله، مهربانی، خوش آمدین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله
صاحب محترم یک سوال دارم. مشنو مهربانی. دیگه سوال مهمی است که کسی ازدواج کرده. خب. کسی شوهر خود خوب نیست. خب. بعد از شوهر خود یعنی شوهر خود طلاق شنا داده. این دخترم همی زن دیگه همه تو ایلو هست. خب. چه قسم میشم مثلا جایز داره که ازدواج کنم روی کسی دیگه یا نه؟ طلاق نداده برش. نه. خب. بس چرا ایلا کرده؟ در خانه پدر روان کرده؟ چیزی گفته؟ نگفته؟ اما تو زن گریخته؟ اما تو جار جنجالشان خیسته دیگه می ایلا کرده دیگه نه در وقت برامدن شوهر گفتش که از خانه برای یا خودش برامده؟ نه خودش برامده اما تو بین یکی دیگه خود مناسباتشان خوب نبوده چند سال میشه؟ یک دو سال سه سال میشه خود دو سال میشه منتظر باشین من جوابتانو میگم حقا ورور چه سوال کری وزل هر چه سره نیکی کوم خو حقا برتا پا بد دورا تواوری در ما نیکی معکوس سی نو زبا تا تیو خبر وکم لهر چه سره چه نیکی که پا دی نیتی مکو چه حقا بم لما سر نیکی وکی پا دنیا که پا دی عقیده وکا چه حقا بلتا سر نیکی وکی پا آخرت که در دنیا نیکی بیوفاوی دو شای پا نظر کلاره یو دا چه نیکی که چه سره پا قد دی خدای رضا پا نظر کنیسه دوم چې نیکی کوي ورته د دې اجر په آخرت کې غواړم ګوندې دا سړی په آخرت کې که زه په دوزخ کې وم ما به له دوزخ وباسي دغه نیکي به یې هلته په سترګو کې ودرېږي بیا به ما له دوزخ وباسي او جنت ته مې بوځي د دنیا نیکي له چا نه مه غواړه د دنیا نیکي ډېره کمل تمه ده ما پلار د خدای پاک وبښي هغه دا ویل وایي که غواړی چې له هېڅ چا نه خفه نه سي چا نه شی مه غواړه تمه مه ورته کوه کله څوک چا ته تمه وکړي بیا هغه په وس پوره نه یا نه کوي بیا ځینې خفه کېږي وای ما شای په کور کې ورک سوی دی خو زه هر څه کوم ګمان می په یو چا راځي کېدای شي دو اخیستی وي کوشش وکړه چې دا ګمان دی یقین ته ورسوي په یغه کار مل را هغه ما زوروه بې ځای ما زوروه د مخکنی حکومت په یاد چې پر چا به شک او ګمان به کاو بمبار به کې تبا به کله منځ به وي ولی وای دلته ما شک تلوت بس په بنا بر شک به خلکو کورنۍ له منځ یوړ تبا به کړه نو ته هم کوشش وکړه چې ګمان که په یو چا کوې بد ګمان مه کوه خو که وایي چې نه په همدې مې ګمان زما شی به ده غلا کړی وي د ګمان دې یقین ته ورسوه بالاخره بیا خپل مطلوب ته ځان ورسوه خو بې ځایه شی مه ځوروه د یو څوک مه ځوروه داسې نه هغه به هم درنه خفه وي او هغه کس به دا کار هم نه وي کړی کله کله داسې پوهېږي چې ټول دلایل په هغه کې موجود وي خو هم هغه به دا کار نه وي کړی چا به بل چا په هغه باندې ورټپ کړی وي برادر گفتن که احترام کردن به زیارت و پدر و مادر چگونه هست بوسه کردن دست پدر مادر جواز داره دست استاد جواز داره دست پادشاه عادل جواز داره و استاد است مرشد است دست بوسه کردن دست ازم جواز داره خواهم کوشش کنین که به اون طریقه نشه که مورد اتهام مردم قرار بگیرن میگه سر پایین کردی و سجده کردی برزو بعضی از استادای ما اونا وقتی که میخواستیم دست بوسه کنیم خودشان دست بالا میکردن تا سر ما پخش نشه و خم نشه و در گناه نشویم عقیده کردن بر چیزای باطل زیارت است در زیارت ها خو مردم افغانستان عقیده بسیار خوب دارن بر همه مرده و خصوصا با زیارت ها عقیده خوب دارن خو کوشش کنن در حق زیارت ها و مردم های نیک فقط دعاگوی باشن و بس از زیارت و از مقبره و از کس که فوت کرده از او چیز طلب نکنن فقط دعاگوی باشن در حق از اونها دعا بکنن عقیده نکنن بعض مردم میرن به زیارت دست زن خصوصا زن دست کش میکنن ماش میکنن چوب شد شور میته ماش میکنه توغ بسته میکنه تار بسته میکنه تار میگیره و انگشتر میندازه و سوزن میندازه سیخک میندازه حتی عجیب شنیدیم که میرن پیران جان خود زیر پیران خود میکشه اونجا میندازه یک کارای عجیب و غریب میکنن که از خدا بترسین امی عقیده های باطل نکنین این کارا را نکنین این کل نارواست این بدعت است حتی شرک می آید غیر از خداوند جل جلاله از هیچ کس حتی از پیامبر خدا چیزی خواست نمی توانیم مگر از زنده مستقیم میگی که بر ما این قلم بته یا چیز بته از مرده خو هیچ چیز طلب نکنین فقط در حقش دعا کرده میتونین و میگین خداوند با اون نیکی ها کرده بودی با ما هم بکو ای خرموره و ای چیزای پیشتر هم یاد کردم یا چیز دیگه براتون بگویم بعض مردم انگشتر در کلک میکنن یا عقیق یا فیروزه یا زمرد یا امثالهم این رو در دست میکنن به چی معنا اگر بون که یک زیبایی هست هیچ گپ نیست خیر و خیرت است اگر اون کنی یا عقیق است نظر وردار است یا فیروز است چشم وردار است یا فلان وردار است این گناه است و ناروا است و شرک است این کار نکنین از خدا بترسین از کارتینه و دوست که تماس گرفته بود خواهر بود گفته بود که ما بعد از نماز
سوره الحمدلله میخوانم، آیت الکرسی میخوانم، خوب میکنی، به هر اندازه که توان داری در عبادت خداوند جل جلو واذکر الله کثیرا، خدا را بسیار زیاد یاد کنین، لعلکم تفلحون، تا که شما به کامیابی برسید. گفت که من قرآن کریم یاد ندارم. یاد بگی قرآن کریم از پدرت، از مادرت، از شوهرت، از برادرت، در خانواده خود کسی هست، از فرزند خود، از طفل خود یاد بگیر، از تلویزیون یاد بگیر، قلم که با نام قلم القرآن میگه، قلم یک تا برات بخره 1000 یا 2000 میتده کم بیش، شاید ارزان شده باشه، اما قلم بر قرآن کریم که میگیری میخونه، با او یاد بگیر. اما بهترین استاد از استاد خانگی هست، اما بر تو کوشش که قرآن کریم یاد بگیری. و نگو که یاد گرفتن میتونم، پیامبر خدا که 40 ساله شد بعد از او به درس شروع کرد، تو هنوز 30 ساله هستی. از کار بعد از نماز الحمدلله میخونی درست است، آیت الکرسی میخونی درست، هر چیزی که یاد داره بخوان. خب بسیار آسان، متصل بعد از نماز درود گفتن، آیت الکرسی خواندن، سبحان الله 33 بار، الحمدلله 33 بار، تکبیر 33 بار، کلمه شهادت یک بار، بعد از او دعا کردن. اگر اضافه میخوانی و میفهمی که دیگه نمیسوزه و کدام کار دیگه ضرور از این کردن نداری، عبادت و ذکر خدا را همیشه کرده برو. این خواهر گفت که ایوارم فوت کرد، از او یک زن باقی مونده و یک دختر باقی مونده و شوهرم میگیره که اونم زن برادر خود بر خود به نکاح بگیره، من مخالفت میکنم. خویی که زنها بعضی ها در عادتشان در فطرتشان همی است که زن دیگر بر خود قبول نمیکنن. خو اما یک چیزی من بر تو من حیث یک عالم دین بر تو میگم که او زن بیوه است، او دختر یتیم است، بر او دل بسوزان، در می ثواب خود شریک بساز، با شوهرت همکاری کو. نگو که جای تو را میگیره، هر کس جای خود داره. نگو که نان تو را میخوره، هر کس رزق خود میخوره، رزق تو را هر کس خورده نمیتانه. کوشش کن دمی کار ثواب با شوهرت همکاری کو، به نیت ازی او را به شوهرت به نکاح کو که او یک زن بیوه سرپرستی از او را بکنه، به خاطر ازی که او دختر یتیم سرپرستی را بکنه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماین ما و کسی که سرپرستی یتیم میکنه در جنت به می قسم میباشیم. این دو کلک خود پیامبر اسلام گرفت. و باز میفون کسی که با بیوه ها کمک میکند، مثالش به قسم است که کسی که مجاهد فی سبیل الله است، کسی که هر تمام سال روزه میگیره و همیشه در ثواب است، کسی که هر شب عبادت و تهجد میکنه هیچ قضا نمیکنه، باق ثواب داره، دمی ثواب خود شریک بساز، مخالفت نکو. خامخا یک مشکل خو می داشته باشه، بعضی مشکلات ها را تحمل کو، کل خوبی ها در یک انسان جمع نمیشه. برادر سوال کرد، گفت که یک زن از شوهر خود جدا زندگی میکنه و 2 سال میشه، آل دیگر شوهر گرفته میتونه یا نه؟ نه نمیتونه. تا که از شوهر خود طلاق نگیره و او برش طلاق نکنه و اجازه نکنه، دیگه شوهر گرفتن نمیتونه. نگوین که اون جداست و شوهر پشتش نمیگرده. بعضی مردم جیل میکنن، نه شوهر پشت زن میره، نه زن پشت شوهر میره، بین که یکی تان پیش دستی کنین. امی مشکلات قبلی که در بین داشتین، شاید که اون امور متوجه شده باشین، هر دو جانب پشیمان باشین، بین تان نکاح هست، عروسی کردین، زندگی مشترک دارن، امیر پس پیش ببرین و به خوشی پیش برین. اگر میگه شوهر میکنه این زن ما دیگه نمیخوایم، یا این زن بگه که شوهر مرا دیگه لاکو، بازی هم رای حل داره که یا او طلاق بده یا زن از او خلع بکنه، از او خودت جدا کنه، بعد از او میتونه دیگه شوهر بگیره و الا حرام است و ناروا هست. خب خوش آمدین عزیزان بیننده، بازم برنامه در خدمت شماست و برنامه فلاح و تماسای شما رو میگیریم و سوالی که فعلا داشتمون جواب شد. مهربانی خوش آمدین. السلام علیکم رحمت الله و برکاته مولوی محترم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما یک سوال داشتم که اگر اجازهتون باشه. مهربانی خوش آمدین، برنامه در عموم در خدمت شماست. باشین سلامت باشین. سرور هستم از پروان با شما هم کلام. ما سوال ما همی است که یک شخصی که مادرش مثلا سر مادر خود رو اگر هر چی که باشه تا یهود نصارا هم باشه که اف گفته نمیتونه بالای، اما یک پسرش از این که به صاحب طفل از دوره امین موش دوای موش میگن چی میگن میگن من دیدم که میداد امیر دمو لحظه که من دیدم آمدم این مادر خود خفه کردم، آیا این گناه داره یا خیر؟ و دیگه ای که موش دیدم مادر خود گوش کن صبر موش دیدم مادر خود خفه کرده. بله بله مادر خود خفه کرده و پس معذرت و معصیش شاست او را راضی کرده. من این سوال کردم و دیگه نه مادر خفه کرده، مادر زنده است یا مرده؟ زنده است، آقا فوت کرده، او وقت زنده است، زندگایی و بخشش گرفت از پیشش، فوت کرده بود، فوت کرده بود، حالا بخشش از فوت کردنش از پیشش بخشش گرفت، حالا از او گفت 5-10 سال 15 سال تیر میشه، در 1-2 سال میشه ای فوت کرده. خب دیگه سوال من اینمی هسته که در یک خانواده که بساب
پدر زنده باشه، مادر زنده باشه، همی فرزندایش اگر مثال همی پدر مادر اگر یک چیزی را زکات میتن، خیرات میتن یا به یک چیز میتن، آیا همی پدر یا مادر از همی فرزندایش اجازه بگیره یا خیر؟ خب پدر و مادر از اولادایش اجازه بگیره. پدر مادر یعنی از اولادایش اجازه بگیره، سر از اون که خب گپ ده اینجاست، گپ ده اینجاست که پیسه از پدر و مادر است یا از این بچه است؟ همه چیزی که هست از پدر و مادر است، منتها اینه مقدار که باعث یک احترام همه چیزشون تایید شده، کدام چیز ضرورت نداره می پدر و مادر اگر کدام چیزی را از خانه به کسی صدقه بکنه، آیا از اولاد اجازه بگیره یا خیر؟ خب منتظر باشین ان شاء الله براتون ما جواب خواهم داد. خیلی هم زیاد سپاسگزارم. خب مهربانی سیست، مهربانی تماس شما وصل است، مهربانی خوش آمدید. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ سلامت و در عافیت باشین. مولوی صاحب ببخشید ما یک سوال داشتم. میشنو مهربانی، خدا ببخشه. ما مردم چرا سمنگان زحمت داریم به بعضی قریه ما یک ریاض هست که یک دکاندار که سودا میاره، یک کسی از یک دکاندار یک چپن خریده با قیمت 800 افغانی. خب ایره که او مردکه 800 افغانی رو که یک مواد داده نتانسته، او رو سرش 2000 مونده. او 2000 بالاخره همی چپند بین 6 ماه ده 18000 رسیده، همی جواز داره نداره، همی چی رقم هست؟ این رواج در عموم هست یا یک آدم همی کار کرده؟ نه در عموم نیست، در یک قریه همی رواج هست، بر یک قریه 1800 و 18000 رسیده، عجب نیست؟ بله، از 8000 رسیده، فقط دو مواد ترش میده کده میره. خب منتظر باشین ما جواب سوال شما را انشاءالله رحمان بعد از وقفه میتون، وقفه داریم، بعد از وقفه هم با ما باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، په خیر اغلی خبرونه ته استاد اړیکه اخلو. السلام علیکم. مهربانی، په خیر اغلی. مالوی سر یک سوال دستم. مهربانی، خوش آمدین، مشنوم. ام کسی که روزه سه شنبگی میکنیم، مگر دیویجی میکنیم، زمین ها چی رقم هست؟ زن ها رو جمع میکنن، چی اوموز میکنن، خوش مش نخب میکنن، و همی کسی که مشکل داشته باشه بود دوستاش همه کتی از او فوق میکنن، همی یک ملومات بگیم. میگم برتون انشالله. مهربانی، خوش آمدین، تماس شما وصل است با ما. مالک هستم، خوش آمدین. بله. مهربانی، آروم، بخیر اغلی. خیر، بخیر. مهربانی، بخیر اغلی، وای سوال دی وای. مالک هستم، خبر کولی صدا. اخو دا زخپل ایم، دا سره تو گرب در تلویزیون کې مهربانی وکا. دا مالک صاحب د پرون په تماس کې شو، امام د مو یو سپینګره پلور مالک صاحب. او آقا یو شل در دید را پی دکونه لسل ما ساتل آقا بسی در خلق و شیطانت و خادی خلق و خرال منگه وشپا گود نیستن دمان الان برو رو تا بخشش ما تا که اینو ندق هم ندی خو دکی دما گناه خونه دا در شل زر افغانه دی پلار لطاس رو بی و تا مصرب کدی آقا چی منگ سو سیده کرای ما سو جبه بلو رو تا منار وست کرای آقا سالوڑا وست ما تا چه وسیده خلق و شیطان که لیو پلار دل تاس رو وسیده پلار می دماس او سیده یاو دمو خوم دوڑه لگ نوخت اشلا نوخت اشلا دو خلق شد نه تو تاو کچی دو دوڑه نوخت دا کلاو تو کرا خلی خودمان الارل برو رو تزان سای کرا بلو رو تاو را مالی و دمان لپ کی گناگان و سیگم هد دا کرا با نپو نسوم دا کرا چنگ کور دی پلار کنی تا دا نه مولی سای دا کرا دا پلار مور دا پر دا پیوار و روسا چی و سیده دا مو سای خورلا خا کرا تا یاد کرا خا او کرا دا کلا او دمو سا وسیدل کرا دمو سا دا او بل ورو سمې لوړ کرا دا وسه دا اوغه دمو سا وسیدل دا مو خوم ډوډې لګ نو وخت اسلام مختان ډوډې نو خلکو شاتونه ته کوچې ته کرا دا خلی ډوډې نو وخت دا کلا خدا شاتونه دی کو دا دمو نه لوړ برو ورو ته کرا نو سا بل ورو ته وړه دمو نه دکم نه دی دمو نه خوشاله نه دی کې خو زه ګناګور نه یم زه به جواب درکم منتظر ته مهرباني تماس شما وصل است خوش اومدین بله مهرباني خوش اومدین سلام علیکم خوب هستین صدای تلویزیون ته پخش کو مهربانی صحبت کنین
مهربانه. مهربانی خوش آمدین. سلامت و در عافیت باشین. بخیر باشین. بله، سوال داشتم. میشنم. صدا تلویزیون تو پخش کن، سوال تو بگو. این دو تا دختر ما داشتی دادی مولوی سه و میانگ را یک نیمگه گله خلید من دادیم برشون. دو دختر را باشوی دادی؟ دکتر داشتی دادیم. ایجا می هیچ کدامش بریم قلیل ندادم. تو توی که تیش کرد. قلیلون بر تو ندادن؟ نه، باز یکی دیگه شد. یکی دیگه شد گفت یک 50,000 میتیم امور هم نداد. شیربه ها دادن بر تو شیربه ها؟ اما شیربه ها را میتون گفت و نداده بود. خوب قلیلون ندادن. خوب سه اسمه بر تو میگم انشالله رحمان. مهربانی خوش آمدین به برنامه. بله خوش آمدین مهربانی. السلام علیکم مولای شیخ. و علیکم السلام و رحمت الله. یک سوال داشتم. میشنو مهربانی. یک بچگر داشتم مولای شیخ، دو ساله پدرش تغییر مونده بود. سه تا دخترم هم، دو دخترم سوار کردگی، یک دخترم در خانه بود. خودم همی بچگر کم بچگر کم هم تیه داد شهید کرد. دو ساله بچه بود، دو ساله بود، دو ساله کرد در خان موندیم. همسایه که در بده و زیاد بلیم توخ میکنم آلوی شد. یک دو سال و هفت ماه 15 روز میشن. نارامی میکنی آلو تو خودید؟ در حساب یعنی من گفتم با ما یک صبر، شما با ما یک صبر بکنی. همسایه هم در بده و الله صبر دیوال که میبینم بلیم توخ میکنم دیگه از در جایش بشن. نه همسایه چرا؟ همسایه چی کرده بود؟ همسایه جنگ کرده قطعی بچه هم جنگ کرد. بچه هم بگن نماز ایشام نان دادست پیش طرف خانه میاد. پشت دروازه مسجد سه تا بیاده در پشت دروازه مسجد چاقو را گرفته پشت رئیس را یک بیادر خواهیم گرفت دو بیادر دیگر زد بچه ما همی قاری های مسجد در داخل مسجد برو بنا بر اومده همسایی هم خبر چیده هم مگه خبر چیده یک مرا خبر دکده. خب منتظر باش خواهر گرامی، ما برتون جواب سوالتان میتوم. خوارزاده شم بچه 20 ساله خوارزاده شم سه تا تقه پیره مونده. خب منتظر باش خواهر گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر که از پروان سوال کرد گفت که مادرم دیدم که دوای موش بر طفل ما میداد و ما رو خفه کردم و از گلون گرفتم و باز یعنی مادر خود اذیت کرده و حتی با اندازه که او رو از گلون گرفته و خب بازم نمورده. خب مادر پس بر ازی بخشش کرده. خب دایی اضافه ما چیز گفته نمیتونم که مادر تو با اندازه مجبور ساختی و رنج دادی و جور دادی که دوای موش بر طفل تو میته. یعنی یک سخن عجیب است، یک سوال عجیب است. تو که مادر اذیت کردی باز مادر تو را بخشیده و دل مادر بسیار نرم می باشه، بسیار نرم می باشه. همین تو که صد بار مادر اگر لطم کرده باشه باز مادر تو را آخر می بخشه. دل مادر بسیار نرم است. خو قدر مادر باید بدانین، مادر اذیت و آزار نکنین. ما هم تو که مادر تو را بخشیده خدا مهربان است که خدا هم تو را ببخشه. گفت که پدر و مادر وقتی که زکات میته از اولاد خود اجازه بگیره و یا خیر. گپ دی است که زکات دادن یک فریضه است. در این مورد بعضی مردم میگن که اگر این را کسر خبر کنه ریا میشه. نه، در زکات دادن ریا نیست. یکی پدر و مادر زکات میته و بچه اولاد خود خبر کنه که بچه ما این زکات میتم، یعنی او رو متوجه میسازه که شما هم باید که باز وقتی که صاحب پیسه بودین، صاحب اختیار خود بودین، زکات بتین. به حساب مشوره خوب است که اونا رو مشوره بکنه، اما به حساب ازی که از اونا اجازه بگیره. اگه اونا گفت که بته و نتی درست نیست، چون که پول و پیسه از پدر و مادر است. پس در این مورد اولاد چه حق داره که او رو بگه که یا بته یا نته؟ شاید که پدر و اولاد بر پدر و مادر بگه که ولو پیسه کم است بگه یک چیز دیگه ما میتیم برتون، این هم زکات بتین. به نیت خیر اگر اونا را مشوره ازشان میگیره و گپ خوب است. از سمنگان که او برادر سوال کرد گفت که یک کس از دکاندار چپن خریده بود به 800 افغانی، پیسه را پرداخته نتوانست. ما که تیر شد پیسه 2000 شد. آیسته آیسته آل 6 ماه تیر شده پیسه 18000 افغانی و آدم مطالبه میکنه. کار بسیار غلط میکنه و ناروا میکنه. هرگز در مقابل قرض فایده گرفتن سود است. اینکه 800 افغانی سر زمین آدم خریدار تو قرض داشتی و پرداخته نتانسته، تو از این قرض خود رزیاد کده میری رزیاد کده میری و آره به 18000 افغانی رسیدی. دیگه ما تعجب میکنم که شما در این قریه چطور زندگی میکنین،
چگونه زندگی میکنین، چگونه عذاب خدا سر شما نازل نشده، چطور سر شما سنگ باران نشده، خامخا عذاب بر شما آماده و شما متوجه نشدین. در خانه هر یکتان بی اتفاقی است، پدر توجه به اولاد نداره، اولاد به پدر خود بی احترامی میکنه، در هر خانه شما بی اتفاقی است و جنگ است، از نان خوردن تان لذت نمیبرین، از عبادت تان لذت نمیبرین، بترسین از خدا، این رواج غلط دور کنین. اما قوم شعیب علیه السلام باید تان است، برو امشو آل خوین شام است، فردا شام بر تو وظیفه میتون، پیش امام مسجد تان برو بگو قوم شعیب علیه السلام چه گناه میکرد که اونا عذاب شدن، این پرسان کو باز خودتان هم اصلاح کنین. خب سوالی که یک خواهر ما داشت، گفت بعضی زنها یک روز خاص یا سه شنبه و چهارشنبه دیگ میکنن، نخود یا چیز پخته میکنن، زنها را جمع میکنن و خیرات میکنن. یک چیز یاد داشته باشین، هر خیرات و هر صدقی که میکنین بکنین، هیچ مشکل نداره، خروز برش تعیین نکنین که در میروز اگر کردم قبول میشه، اگر نکردم قبول نمیشه، این کار نکنین و شخصم تعیین نکنین که اگر می آدم بودم قبول میشه، اگر ندادم قبول نمیشه. خیرات میکنین، صدقه میکنین، هر روزی که توان داشتین خوش آمد و پیش آمد، پشت شنبه و پنجشنبه و جمعه و یکشنبه و دوشنبه نگردین، کمی پیدا کردین و توان تان دیدین که توان پیدا شد برتان، در خانه خود میطلبین، در اونجا میطلبین، خود نشه که تکلیف و زحمت تان زیاد باشه، یک آدم اون از لغمان تلبیسی و اینجا باز یک نخود برش میمونی یا نظری چه میگن، نظر دکچه و سمنک میمونی، میگن چیزا میمونی، یک چیز خوب بگو حداقل تکلیفش بیارزه، یا اگر توان نداره میره به خانه مردم روان کو، از خود در یک کار سختی سر خود نیارین، نه روز تعیین کنین، نه جنس تعیین کنین، هر چیزی که توان داشتین صدقه کنین. در هر روز قبل روز سوال که وای ما سپینگیری پلارو او لما سر زوان کاو او یو ورز دوری ما نه وخت سو زی پری خودلم او لال بل ورور سره می وای زوان کوي او غسر روان دی ورور چ زنګ وګلیو ګمان کوم دی پروان او دی غربند دی لیغه دی د اواز لهجه غره کوم و نو خبر ده چې پلار در نه خپاسو بته راځی که ګله به په زړه کې در دلی د سپینگیری ډیر زر خپه کیږي د ماشوم ته ګوري چاکو کشکی لاس کې تک چاکور ته پریږده خو ځان خوږی که ځینې وخت درنه خفه کیږي کله کله د عمر چې زیات سي بیرته د سړی ماشومتوب دورې ته ورځي له هغو سره په احتیاط او په ګزاره او په ناز او په محبت ژوند ورسره کوي پلار دې خوشحاله که او سپینګری ده په ډېر کم څه خوشحاله کیږي درنښت یې وکړه هغه څوک چې مابین کې مخالفت اچوي یا نفاق اچوي یغو ته هم نصیحت وکړه د یغو په خبرو پسې مه ګرځه هغه ورور ته دې ووایه یا بل چاته دې که تا سره مرسته وکړي داسې نه سي د پلار له دعا نه ته بې برخې پاته سي خواهر گفت که من دو تا دختر خود با شوی دادم و قیلون ندادن. قیلون ندادن و یک گفت که 50,000 میتونم خواه نداد. قیلون اگر شما مهر میگین. مهر حقی امو زنش است. بم بهر زن حق داره که بگو که او شوهر. بم حق مهر ما بتی. و اگر گفت که نتی نمیخوایم حقش است. پدر و مادر حق ندارن که مهر دختر بگیره. ای که ما بر تو شیربها گفتم عجب است همی بعضی زنها و بعضی مردم پیش بشن که ما خود دختر ما شیر دادم شیربها بر ما بتی کارای غلط است و نارواست نکنین نمی ظلم نکنین ماما از او طرف میگه ماماگی مرا بتی دلاک قریه خلیفه قریه از او طرف میگه که ما در طفولت سر زیر جور کردیم مرا دلاکی مرا بتی از هر طرف هم داماد پچق میکنن که مرا بیچاره در کمرش هیچ چیز نمی مرا کمرش مشکنانین نکنین فقط در نکاح یک مهر بگیرین و بس 50,000 افغانی مهر که ماندین او 50,000 افغانی رو بگیرین به دختر بتین دلش عروسی میکنه نان پخته میکنه نمیکنه شما تواندارین ندارین بگذارین سر زو فشار نیارین یک صحابی عروسی کرده بود پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم برش گفت که اولم ولی ما بکو ولو بشاتن اگر چه گوسفند خوردم که صدقه کنی خو ولی ما بکو ولی ما کردن سنت است یک تعداد بسیار کم یک دوستار طلب کنه و خبر کنه که عروسی کردیم نکنین این مصارف بیجا را نکنین از خدا بترسین امروز دخترها در خانه سرشون سفید شد بچه ها سر بیخی ضعیف شدن و ناامید شدن از پدر و مادر وقتی کنه یک کار میکنن باز کی ملامت میشه او خواهره که گفت که ما یک بچه داشتم و کلان شد و به زور همسایه شهید کردن و حال دلم بسیار درد داره به خدا صبر کو صبر تا به خدا داشته باش و او مردمی که میکار کردن اگر اونا بخشش خواستن اونا را ببخش بخشیدن کار بزرگی است اگر نخواستن بر خدا بگذار دلت تسلیت کو خدا داده بود خدا پس گرفت دعا میکنیم
که خداوند جل جلاله همه ما شما را از این گونه غم ها و مصیبت ها نجات بده، همه ما شما را خدا توفیق بده که از هر گونه گناه پرهیز کنیم، خدا نجات بدیم. و دعای هم مردم خواسته بود، امروز هم زنگ زد دعا خواسته بودن. خداوند حاجات همه مردم تو میدانی، حاجات مشروعی ایشان روا بدار، مریضا را شفا بده. همه ما را خدا در حفظ و پناه خود داشته باش، وحدت و اتفاق نصیب همه ما بگردان. آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.